ایالات متحده به کسانی که به خاطر نژاد، مذهب، ملیت و یا عقیده سیاسیشان در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، پناهندگی اعطا می‌کند. برگردان گزارشی از آلین باروس در مورد سرنوشت یکی از این پناهندگان. محمد جابر یکی از 5 مهاجر غیرقانونی و متقاضی پناهندگی بود که در ساختمان لایت هاوس در ایالت نیوجرسی زندگی می‌کرد. در این محل همه ضمن انتظار برای رسیدگی به پرونده‌هایشان کار می‌کنند. جابر در ماه اکتبر پس از آزاد شدن از بازداشتگاه مهاجرتی به این محل آمد. من می‌خوام اینجا در صلح بمانم. آرامش احساسی است که من در آمریکا دارم. جابر ابتدا در سال 2015 بر این مبنا که به خاطر خیانت خانواده همسرش در مصر او را به مرگ تهدید کرده بودند، تقاضای پناهندگی کرد. پس از رد تقاضایش او به مصر بازگشت، ولی در فوریه امسال با این دلیل که به خاطر رابطه با یک زن تراجنسی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته به آمریکا بازگشت. آنها منو گرفتند و به پاسگاه پلیس بردند. آنها منو شلاق و کتک زدند. اینقدر کتکم زدند که نفهمیدم. افتادم و بیهوش شدم و دیگه چیزی متوجه نشدم. جابر پس از آن با جمع‌آوری کمی پول و وسایل به آمریکا فرار و در فرودگاه تقاضای پناهندگی کرد. او ابتدا به بازداشتگاه الیزابت در نیوجرسی منتقل شد و پس از 9 ماه از آنجا به لایت هاوس فرستاده شد. من اینجا آمدم و گفتم من اینجا تو زندان هم که باشم راضیم. لایت هاوس توسط یک گروه طرفدار مهاجران که به آنها کمک می کند و مسکن و کار برایشان پیدا می کند اداره می شود. هر شهروند خارجی می تواند تقاضای پناهندگی کند، ولی باید ثابت کند در صورت بازگشت به وطن با خطری معتبر مواجه است. اکنون جابر با دریافت پناهندگی لایت هاوس را ترک کرده است.